بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی دوره جامعه آموزش مقاله نویسی. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. من محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت و مدرس دوره های تربیت پژوهشگر. انشالله امروز با جلسه دهم از این دوره جامعه آموزشی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. ما در خصوص قسمت های مختلف یک مقاله اومدیم صحبت کردیم با ذکر مثال های متعدد و بررسی کاربردی مقالات، و قرار شد که شما دوستان عزیز هم بیاین در زمینه های تحقیقاتی و تحصیلاتی خودتون مقالاتی رو دانلود بکنید و این قسمت های مختلف رو در رابطه باهاش مورد بررسی قرار بدین و ببینین که سبک های نگارشی در هر کدوم از این بخش ها به چه شکلی بوده. و همچنین در جلسه قبل هم که ما اومدیم اکنالجمنت ها رو گفتیم که شما باید از افرادی که به شما کمک کردن در راستای انجام مطالعه بیاین و تقدیر و تشکر انجام بدین. حالا افرادی که به هر نحوی کمک کردن، چه به شما اومدن مشاوره های اطلاعاتی دادن یا شاید یک بخشی از اطلاعات رو در اختیار شما قرار داده باشن، یا برای تحلیل های آماری و حالا هر تحلیل دیگه به شما کمک کرده باشن، و میتونه که مثال های متعدد دیگه هم در زمینه تقدیر و تشکر زده بشه که شما میتونید که از افراد تشکر کنید، یا سازمان هایی که حامی مالی کار شما بودن و اومدن بودجه رو اختیار شما قرار دادن، سازمان هایی که اومدن و کد اخلاق رو برای کار شما صادر کردن هم به همین شکل، و همچنین قسمت هایی مثل مشارکت نویسندگان و تعارض منافع رو گفتیم، و در نهایت در رابطه با رفرنس ها هم که یک سری نکاتی مطرح شد که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ما امروز در رابطه با مقالات نامه به سردبیر صحبت خواهیم کرد، این که اینها به چه شکلی مورد نگارش قرار میگیرن. برنامه جلسه دهمون به این شکله که یک مقدمه رو میگیم، انواع مقالات نامه به سردبیر رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم که به چه شکلی هستن، مراحل نگارش مقالات نامه به سردبیر رو بررسی میکنیم، چند تا مقاله نامه به سردبیر رو به شکل موردی بررسی میکنیم، و در نهایت یک جمع‌بندی ارائه میدیم. قبل از شروع این بحث من در رابطه با یک نکته بگم که ما وقتی که مقالات رو میخواییم سابمیت بکنیم، یک نامه رو میگن، بهش میگن نامه همراه مقاله یا کاور لتر، رو باید همراه مقاله سابمیت بکنیم. در برخی از مراجع و مجلات به همین هم میگن نامه به سردبیر، میگن که شما مثلا بیاید و حالا نامه به سردبیر خودتون رو همراه مقاله بفرستین. این بحثی جدا از مقالات نامه به سردبیره که ما در جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد که این مقالات کاربردشون به چه شکلی هستش. من الان وارد سایت یک نشریه شدم و اونجا مراجعه میکنم به راهنمای نگارش مقالات، و اینجا میبینم که گفته شده برای نویسندگان باید در نامه به سردبیر متذکر شوند که این مقاله منحصرا برای نشریه پرستار ایران ارسال شده است، و این گفته که نامه به سردبیر شامل چه اجزایی باشه. اینجا منظورشون همون کاور لتر هستش، و ما منظورمون از جلسه امروز نحوه نگارش کاور لتر نیست، و ما خود مقالات نامه به سردبیر که اینجا بهش اشاره شده رو میخواییم که بهشون بپردازیم، که اینجا گفته نامه به سردبیر در مورد موضوعات بروز و در حوزه فعالیت مجله و همچنین نقد مقالات شماره های قبلی مجله پذیرفته می شود. ما میخوایم در این خصوص صحبت کنیم. این که اینجا گفته شده منظور همون کاور لتر یا نامه همراه مقاله هستش که من یک نمونه کاور لتر رو هم بهتون نشون میدم. به این نامه میگن کاور لتر، که حالا بر اساس سیاست‌های مجله میتونه که شامل بخش‌های متفاوتی باشه. شما میایین و میگید تایتل مقالتون به چه شکلی بوده، اسم نویسندگان رو مشخص میکنید، نام و آدرس نویسنده مسئول رو اینجا میگید، یا در چه کشوری اومده انجام شده، و این رو خطاب به سردبیر مجله میگین که این مقاله رو ما برای دفتر مجله میفرستیم، نوع مقاله رو مثلا ذکر میکنید، عنوانش رو و اون ژورنالی که اومدین و انتخاب کردین، و یک سری تعهداتی رو میدین که همه اینها توسط این کار بوده و سرقت ادبی صورت نگرفته، سورس اصلی اینها همین کاری بوده که
ما انجام دادیم، نویسندگان مطالعه انجام دادن و تعهد میدید که جای دیگه منتشر نشده، سابمیت نشده همزمان به جای دیگه، و گفته که تعارض در منافع اگر وجود داشته حتما باید که به اطلاع مجله رسونده بشه. این نسخه اصلی مقاله هستش که حالا همه نویسندگان اون رو خوندن و به تایید خودشون رسوندن و گفته همه اشخاصی که در انتهای مقاله در انتهای این فرم لیست شدن و تعهد دادن شامل این تعهدنامه ها میشن و اونها هم از سابمیت مقاله اطلاع دارن و همچنین هیچ تغییری در نویسندگان بعدن قابل قبول نخواهد بود. اینجا بازم میبینید که نویسنده اول اومده اسم خودش رو اونجا نوشته و اینجا هم میتونه که به عنوان امضای نویسندگان مختلف باشه. یعنی شما میتونید که یک جدولی رو مثل این تشکیل بدید و حالا بیاید و افیلیشن خودتون، وابستگی سازمانی خودتون رو مشخص کنید، نام و نام فامیلی نویسنده، امضاش و حالا تاریخی که این نام امضا شده. به این شکل به این میگیم کاور لتر، که این بخشا و تعهدهایی که اینجا وجود داره مبنی بر اینکه حالا جای دیگه همزمان فرستاده نشده، چاپ نشده قبلا و موارد اخلاقی درش رعایت شده و همه نویسندگان این رو اطلاع دارن که مقاله سابمیت شده و نسخه نهاییش رو تایید کردن، میتونه که بسته به سیاست‌های هر مجله متفاوت باشه که شما بعد اون سیاست‌های مجله هدف خودتون رو مد نظر قرار بدیم. بریم سراغ این جلسه و مطالبی که مربوط به این جلسه هستش. به عنوان مقدمه ما گفتیم که در سطح خرد تحقیقات انجام میشن، تحقیقات علوم پزشکی، که مشکلات نظام سلامت گفته بشه به یک روش قابل اتکا و به روش علمی و پیشنهاداتی در راستای رفع مشکلات بیان بشه. در سطح کلان هم که ما میخواییم ارتقا بدیم کیفیت زندگی افراد و جوامع رو، یعنی نتیجه تحقیقات در زمینه‌های مختلف میان در کنار همدیگه قرار میگیرن برای اینکه بتونن استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی رو بیان و ارتقا بدن و ما کمک کنیم که انسان‌ها بتونن راحت‌تر و با کیفیت‌تر زندگی بکنن. برای اینکه ما بتونیم تحقیقات انجام بدیم، خب مطالعات مختلفی هستش که میتونه به ما کمک کنه، مثل مطالعات اورجینال، مطالعات ریویو و سیستماتیک ریویو ها، کیس ریپورت ها، تکنیکال نوت ها، و امروز هم که بحثمون در خصوص لتر تو ادیتور هاست. یعنی شما اگه بخواید تحقیق رو انجام بدید، بعد در یکی از این قالب ها بیاین تحقیق خودتون رو انجام بدین و نتایج اون رو گزارش بدین، که ما در خصوص مطالعات اورجینال مفصل صحبت کردیم و کاربرد هر کدوم از اینها رو هم گفتیم که در کجا میشه مورد استفاده نویسندگان و محققین قرار بگیره. بریم سراغ لتر تو ادیتور ببینیم که این مقاله چی هستش. ما میگیم که نامه به سردبیر کوتاه‌ترین مقاله غیر پژوهشیه. دقت بفرمایید به کلماتی که اینجا استفاده شده، کوتاه‌ترین مقاله غیر پژوهشیه، یعنی نویسندگان خودشون نمیان و با داده ها کار کنن، حالا چه به صورت داده های اولیه چه به شکل داده های ثانویه، بلکه هدف از این مطالعات حوزه های دیگری هستش که ما جلوتر بهش میپردازیم، که حالا میتونه دوتا هدف عمده رو مقالات نامه به سردبیر بیاد و دنبال بکنه. میتونه آنچه را که ما از دانش الان میدونیم شفاف سازی کنه و همچنین بتونه که دانش ما را تصحیح کنه و حتی اون رو بتونه که افزایش بده. من قبل اینکه بخشای این مقاله رو بگم و انواع این مقاله رو، میخوام که داستان این مقاله نامه به سردبیر رو بگم، که اینجا هم مشخص شده که این مقاله از نوع مقاله نامه به سردبیر هستش. گفته که سیستم تریاج برای بیمارستان‌های روانپزشکی نیاز به یک ابزار مخصوص. نویسندگان این مطالعه که شما میتونید فول تکستش رو با همین عنوان دانلود بکنید و به شکل کامل مطالعه بکنید، این رو عنوان کردن که حالا اون سیستم تریاجی که داره الان در بیمارستان‌های عمومی ما انجام میشه مناسب بیمارستان‌های روانپزشکی نیست. یعنی اون حالا تریاج ما که شما تریاج سه سطحی رو در نظر بگیرین، که ما میگیم افرادی که در سطح 1 هستن، سطح 2 و سطح 3، افراد سطح 1 نیاز فوری دارن، افراد سطح 3 نیاز غیر فوری دارن، یعنی حالت اورژانسی ندارن، و افراد سطح 2 هم افراد بینابینی هستن، بین این دو گروه قرار میگیرن. خب ما باید اول امکانات خودمون رو به افراد سطح 1 اختصاص بدیم، چون اینا تایم سنسیتیون، اینا به زمان حساس هستن،
اگر ما تعلل بکنیم ممکنه که سلامتیشون به خطر بیفته و افراد سطح 3 هم که میتونن منتظر بمونن برای اینکه بعد اینکه حالا افراد فوری اومدن و مورد اقدامات بهداشتی و درمانی قرار گرفتن بتونن که به وضع اونا هم رسیدگی بشه. این سیستم تریاش هستش در حالت کلی که در بخش اورژانس داره اورژانس بیمارستان عمومی داره انجام میشه. نویسندگان مطالعه در اون لتر تو ادیتور این رو گفتن که این سیستم تریاش متناسب با ساختار بیمارستان های عمومی طراحی شده و مناسب بیمارستان های روانپزشکی نیست و این رو اومدن به اطلاع جامعه علمی رسوندن تحت یک مقاله نامه به سردبیر. بریم جلوتر ببینیم که چه تفاوتی با سایر مقالات دارن. ما در سایر مقالات برای مثال مقالات اورجینال یک ایده ای رو داریم، میریم در راستای انجام اون ایده یک طرحی رو پیاده سازی میکنیم، یک سری اطلاعات رو به شکل یا اولیه یا ثانویه جمع آوری میکنیم، میریم اونها رو تحلیل میکنیم، بعد اینکه اطلاعات رو اومدیم و تحلیل کردیم گزارش میدیم و اون حالا اون نتایج خودمون رو گزارش میدیم و در نهایت یک بحثی رو میایم انجام میدیم و یک نتیجه گیری نهایی رو از دل همه اینا استخراج میکنیم. این حالا گام هایی هستش که به طور کلی در مطالعات اورجینال میاد و طی میشه. یعنی اینها مثل یک فرایند خروجی هر کدوم از اون مراحل میتونه که به عنوان ورودی مرحله بعد قرار بگیره. ما وقتی که یک روش رو انتخاب میکنیم اون روش به ما یک نتایجی رو میده و ما اون بحث و نتیجه گیری کارمون هم متناسب با قسمت نتایج خواهد بود، اون نتیجه گیری نهایی ما، و نمیتونه چیزی خارج این باشه. الان ما در مطالعات نامه به سردبیر تفاوت اصلی که با این چرخه دارن این استش که ما میاییم و اون چیزی که در ذهنمون هستش رو به طریق دیگه ای بیان میکنیم. شاید شما یک ایده ای داشته باشین که اون ایده نتونه بیا در قالب مطالعات اورجینال بیان بشه، در قالب مطالعات پژوهشی بیان بشه. شما این رو میایین یک قالب دیگه ای برای خودتون انتخاب میکنید و مجلات به شما یک فضایی رو اختصاص دادن، عموما 1000 کلمه‌ای، یا میتونم بگم که بین 500 تا 1000 کلمه رو به شما اختصاص دادن کاملا غیر ساختارمند برای اینکه شما بیاین و اون چیزی رو که در ذهن خودتون دارین اون رو نگارش کنید و به اطلاع جامعه علمی برسونید. یعنی به نوعی شما میاین اون ساختار مطالعات اورجینال رو میشکنین و به شکل دیگه موضوعات رو بیان میکنید که حالا در اون حجمی که مجله میتونه که به شما اختصاص بده، که بر اساس سیاست های مجله شما باید بدونید که چند کلمه رو میتونید بنویسید و بیشتر از اون کلمه برای مجله مجاز نخواهد بود. پس این فرق اصلیه که با مطالعات اورجینال این مطالعات دارن. شما در مطالعات اورجینال در یک قالب مشخص حرکت میکنید، قالب از پیش تعریف شده حرکت میکنید، ولی در مطالعات نامه به سردبیر یک فضای تعداد کلمات بین 500 تا 1000 کلمه به شما اختصاص داده میشه برای اینکه کاملا غیر ساختارمند با هر شیوهی که خودتون اون ایده رو میتونید که بهتر پیاده کنید با همون شیوه میایید و حالا اون پژوهش خودتون رو انجام میدین. مقالات نامه به سردبیر عموما دو حیطه کلی دارن و به دو شکل میان و نوشته میشن. در شیوه اول خواننده یک مقاله یا مخاطب یک مقاله، مقاله که تازه منتشر شده، متوجه رخداد یک خطایی در متن مقاله میگردد. یعنی متوجه میشه که یک اشکال، یک خطایی در این مقاله اومده و رخ داده. در شیوه دومتر و به نظر من مرسومتر ما میاییم و پیرامون موضوعی که در حوزه تخصصی مجله قرار داره نامه مستقل رو تهیه میکنیم و برای مجله میفرستیم. برخی از منابع گفتن که این حالت اول متداول تره، ولی به نظر من با روندی که اخیراً مجلات پیش گرفتن حالت دومی که ما میاییم در حال حوزه تخصصی و مجله یک مقاله رو تهیه میکنیم، یک نامه به سردبیر رو تهیه میکنیم و میفرستیم، این میتونه که الان نسبت به شیوه اول حالت مرسوم تری رو داشته باشه. بریم سراغ شیوه اول ببینیم که به چه شکلیه. شما به عنوان مخاطب یک مجله متوجه میشین که یکی از اون مقالات مجله یک اشکالی رو داره، یک اشکال علمی رو اومده و در خودش جای داده. من مثال میزنم خدمت شما برای اینکه ذهنتون
روشنتر بشه نسبت به این موضوع. شما تست های آماری مختلفی رو میتونین برای آزمون فرضیه هایی که در مطالعات خودتون دارین استفاده بکنین. یکی از این آزمون هایی که خیلی متداول و مورد استفاده قرار میگیره تی زوجی هستش و ما میگیم که وقتی میخواییم تأثیر یک مداخله رو بسنجیم میاییم از این استفاده میکنیم. شما یک مداخله ای رو در یک گروهی میدید، میخواید بدونید که تأثیر اون مداخله به چه شکلی بوده. بنابراین اینجا شما میایید و قبل از انجام اون مداخله اون متغیرهای خودتون رو اندازه گیری میکنید، مداخله خودتون رو میایین انجام میدین و بعد از انجام مداخله هم میایین مجدد همون متغیرها رو اندازه گیری میکنید. این گروه مداخله شماست و یک گروهی هم که هیچ مداخله ای انجام نمیگیره. در این گروه هم ما میایین و اطلاعات رو در دو بازه زمانی جستجو میکنیم و اونها رو ثبت میکنیم به شکل درست و به شکل علمی. اینجا اثر خالص اون مداخله ما خودش رو نشون میده. مثلا شما یک تغذیه ای رو اومدین و دستورش رو نوشتین برای بیماران دیابتی، میخواییم بدونین که در کاهش قند خونشون چقدر موثره. میایین و قند خون افراد رو در دو بازه زمانی قبل و بعد از انجام اون مداخله اندازه گیری میکنین و افرادی رو هم وارد میکنید که هیچ مداخله در اونها صورت نمیدین، برای اینکه مطمئن بشین اون حالا تأثیری که در این افراد گروه اول صورت گرفته ناشی از احتمال یا شانس نبوده و ناشی از اون مداخله بوده. حالا به لحاظ آماری میان و این تقسیم بندی های رو انجام میدن. شما میایید و اینجا مداخله خودتون رو انجام میدید، در دو بازه زمانی اینها رو اندازه گیری میکنید. به این میگن حالا اون تی زوجی که قبل و بعد رو میاد اندازه گیری میکنه و فرمت خاص خودش رو داره در ارائه مقالات. الان شما مخاطب یک مجله هستین، شما مترجم میشین که در قسمت روش کار اینها اومدن تی زوجی رو گفتن، ولی در قسمت نتایج اونطور که پیداست از آنوا اومدن استفاده کردن. خب این یه خطاییه که نویسندگان این رو مرتکب شدن و سردبیر و داوران اون مجله هم متوجه این موضوع نشدن. شما متوجه این موضوع شدین و این رو میایین به اطلاع سردبیر مجله میرسونید. شما بعد اینکه متوجه این خطا شدین در چنین حالتی با استفاده از شیوه علمی و کاملا محترمانه ما میاییم و در نامه به سردبیر متذکر خطای رخ داده میشیم و سردبیر حالا بعد اینکه اون مقاله ما رو نامه به سردبیر ما رو دریافت میکنه، اگر اون رو مورد تایید خودش قرار بده، یعنی اگه اشکالی که شما وارد کردین اشکال علمی باشه و اشکال درستی باشه، اون رو ارجاع میده به نویسندگان همون مقاله‌ای که شما خطاش رو شناسایی کردین و از اون نویسندگان میخواد که ظرف مدت کوتاهی مثلا 2 هفته بیان پاسخ نامه شما رو به شکل علمی و اونها هم کاملا محترمانه بیان بکنن. یعنی یک بحثی میان مخاطبین و میان نویسندگان اینجا داره شکل میگیره. بعد از این که پاسخ نویسندگان دریافت شد و اون هم مورد تایید سردبیر قرار گرفت، اون نامه‌ای که اومده و خطا رو گفته و پاسخی که نویسندگان و محققین به اون خطا دادن میاد و در اولین شماره مجله چاپ میشه و ممکنه که نویسندگان مقاله بیان توضیحات بیشتری رو برای شفاف ساختن موضوع ارائه کنن یا اینکه حتی بیان و اذعان کنن به اون خطایی که رخ داده در خصوص مطالعه‌ای که داشتن و گاهن همین ها موجب میشه که مقالات بازگردانده بشن یا در اصطلاح ریتراکت بشن و موجب ریتراکشن مقالات میشه این حالتی که اتفاق میفته. بریم یک مثالی رو با هم دیگه ببینیم و یک مثال واقعی که اینها مورد تایید و مورد چاپ در مجله قرار گرفته. این عنوان یک مطالعه هستش که اومده رابطه بین تصور از بدن و مشارکت اجتماعی در زنان باردار رو اندازه گیری کرده. خب اومده در قسمت مقدمه اهمیت کار رو گفته، ابزار و روش ها روش خودش رو گفته و یافتای خودش رو اومده و ارائه داده. این یک مطالعه چاپ شده هستش. الان 2 نفر از مخاطبین مجله متوجه یک خطایی شدن در مقاله منتشر شده و میان به این شکل می نویسن. می بینید که اینجا عنوان نامه به سردبیر رو زده و گفته که در خصوص مقاله، این رو هم که داخل دبل کوتیشن قرار داده عنوان مقاله رو، گفته که سردبیر محترم مجله
این مقاله رو ما اومدیم و خوندیم تحت این عنوان که در این سال در این شماره و دوره و در صفحات 111 تا 116 چاپ شده و حالا اومده از اهمیت این موضوع گفته، گفته از مطالعات، معدود مطالعاتی هستش که در زمینه تصویر بدنی اومده و انجام شده و اومده یک اشکالیو به این وارد کرده، گفته ابزاری که اینا اومدن استفاده کردن برای حالا تصور از بدن به عنوان یک متغیر میتونه که تحت تأثیر بارداری قرار بگیره و ممکنه که حالا اون بارداری نتایج رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. همونطور که اینجا هم میبینه نوشته نتایج این محقق ها میتواند ناشی از استفاده از ابزاری باشد که جهت استفاده در دوره بارداری با ویژگی‌های خاصان طراحی نشده است و این ابزار برای جمعیت عمومی طراحی شده. یعنی نویسندگان این نامه به سردبیر این رو دارن اعلام میکنن که این ابزاری که اینها اومدن تصور از بدن رو باش اندازه گیری کردن متناسب با زنان باردار و ویژگی‌های خاص دوره بارداری نیست و همین ویژگی‌ها میتونه که روی نتایج مطالعه تاثیرگذار باشه. این چکیده اون اشکالی هستش که اومده به این مطالعه وارد شده و میبینید که مثل مقالات دیگه رفرنس داره، اومده در یک صفحه این رو ارائه داده. ببینیم که گام بعدیش به چه شکلی هستش. در گام بعدی نویسندگان اصلی اون مطالعه اومدن و پاسخ دادن، گفتن که در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد مقاله، همون اصل مقاله رو اینجا اومدن عنوانشون رو ذکر کردن، گفته که سردبیر محترم، باز هم ما حالا سردبیر رو خطاب قرار میدیم، سوالاتی در قالب نامه به سردبیر در مورد مقاله با این عنوان توسط محققین محترم ارسال شده است و تشکر کردن و نکاتی رو اومدن و بیان کردن. یعنی یک دفاعیه هستش، اومدن و از کار خودشون دفاع کردن و اینجا حالا اصل مطلبشون این بوده که اکثر مطالعاتی هم که در این حوزه، در حوزه تصور بدنی و سنجش تصور بدنی زنان باردار اومدن انجام شدن، از یک ابزار متخصص اون دوره بارداری یا ابزار متخصص زنان باردار استفاده نکردن و عمدتاً از سایر پرسشنامه‌های عمومی سنجش تصور بدنی اومدن و استفاده کردن یا حالا از روش مصاحبه اومدن استفاده کردن. در ایران هم یک سری مطالعاتی که انجام گرفته رو اومدن و ذکر کردن. منتقدین صحبتشون این بود که ممکنه اون نتیجه‌ای که از این مطالعه گرفته شده تحت تأثیر شرایط خاص دوره بارداری باشه، یعنی مثلا نوبت بارداری یا وضعیت بارداری که خواسته یا نخواسته بوده یا ویار داشتن یا نداشتن، مشکلات بارداری یا حتی ماه بارداری، اینها مختص دوره بارداری هستش و این رو اعلام کردن که نمیتونه توسط یک ابزار عمومی طراحی بشه و اندازه‌گیری بشه این شاخص تصور بدنی. و مدافعین هم که نویسندگان اصلی این مطالعه هستن گفتن که در جاهای دیگه دنیا هم نیومدن از ابزارهای مخصوص خانم‌های باردار استفاده نکردن و اونها هم اومدن از ابزارهای عمومی استفاده کردن. به این شکل یک بحث علمی میان نویسندگان و خوانندگان یا مخاطبین اون مجله شکل گرفته. حالا هدف از نوع اول مقالات نامه به سردبیر چیه؟ همون مقاله که با هم دیگه یک مثال عملیش رو هم بررسی کردیم، هدف اینه که بیاد و علم هرچه بیشتر شفاف بشه و یا حتی بتونیم که به تصحیح علم بیایم و کمک کنیم، چون به هر حال نتایج تحقیقات میان و در تصمیم گیری های مختلف و برنامه ریزی های مختلف استفاده میشن. بنابراین ما بعد به نتایج تحقیقاتی که داره منتشر میشه و ممکنه که بر جامعهمون تأثیر گذار باشه بعد حساس باشیم به کیفیت این مطالعات و میایم و با مقالات نامه به سردبیر از نوع دسته اول علم رو شفاف میکنیم و یا حتی اگر خطایی در اونها رخ داده باشه میتونیم که نسبت به تصحیح اون خطا اقدام بکنیم. بریم سراغ دسته دوم مقالات نامه به سردبیر که مرسوم تر هستن. در چنین حالتی ما میاییم و به عنوان محقق یک نامه ای به سردبیر مجله می نویسیم، خطاب به سردبیر مجله، این رو خاطرتون باشه، و در خصوص یکی از موضوعات تخصصی تحقیقاتی و یا تحصیلاتی خودمون میاییم بحثی رو بیان می کنیم. در مرحله دوم سردبیر نامه ما رو دریافت می کنه،
اگر اون رو مورد تایید اولیه خودش قرار بده، برای داوری و یا تعیین داور برای دبیر علمی مجله در آن زمینه به خصوص ارسال میکنه. چون به هر حال مجلات میان و دبیرهای علمی مختلفی رو برای خودشون انتخاب میکنن، دبیران علمی که جهت تخصیص داوری و تعیین داوری میان و مشاوره میدن به سردبیر مجله. حالا ممکنه که اون موضوعی که ما براش نامه به سردبیر نوشیم در حوزه تخصص سردبیر همون مجله باشه و خودشون داوری این کار رو انجام بدن. بعد از اینکه داوری شد، مثل مقالات دیگه میاد و در رابطه باهاش رفتار میشه، یا ممکنه که اصلاحیه بخوره، یا ممکنه که پذیرش بشه، یا ممکنه که رد بشه و الان مکاتبات با نویسنده مسئول صورت میگیره. اگر مورد پذیرش نهایی قرار بگیره، این مقاله در اولین شماره مجله میاد و چاپ میشه. این فرآیندیه که طی میشه برای انجام کار. هدف این نوع مطالعات چی هستش؟ مقالات نامه به سردبیر از نوع دوم این هستش که دانش فعلی ما رو بیاد و گسترش رو افزایش بده در یک زمینه خاص. دقت بفرمایید، در یک زمینه خاص، که ما در رابطه با این زمینه‌های خاص هم مفصل صحبت خواهیم کرد. این کل هدفی هستش که ما از مقالات نامه به سردبیر نوع دوم انتظار داریم، که حالا بیان مرزهای دانش رو در یک زمینه خاص بیان و افزایش بدن. بریم سراغ مراحل نگارش نامه به سردبیر از نوع دوم. ما از این لحظه تمرکز خودمون رو میذاریم روی دسته دوم این مقالات، اون مقالاتی که ما میایم در حوزه تخصصی مجله یک نامه به سردبیر مستقلی رو تهیه میکنیم و در خصوص یکی از موضوعات تحصیلاتی و تحقیقاتی خودمون بحثی رو مطرح میکنیم و پیشنهاداتی رو اعلام میکنیم. قبل از این که این رو بگم، مقاله شما، مقاله نامه به سردبیر شما باید توان رقابت داشته باشه. ما مثلا یک فصل نامه رو داریم، این فصل نامه به این شکله که 4 بار در سال میاد و چاپ میشه و در هر شماره هم تعداد محدودی از مقالات رو پذیرش میکنه. شما فرض کنید که در هر شماره 10 مقاله رو میاد و پذیرش میکنه و اونها رو چاپ میکنه. مجموعاً این نشریه که به شکل فصلنامه هستش 40 مقاله رو در سال داره و شما باید بتونید که مقاله نامه به سردبیر خودتون رو به قدری جذاب تهیه بکنید که این مقاله شما توان رقابت با سایر انواع مقالات مثل مقالات اورجینال و مقالات مروری رو داشته باشه. و برای این کار لازمه که شما نویسنده خوبی باشین و اینجا هم نویسنده خوب بودن چند تا بُعد داره. شما هم باید نگارش قوی داشته باشین و اون نکاتی که در رابطه با نگارش مخصوصا قسمت مقدمه مقالات و بحث مقالات گفته شد رو بتونید که خیلی خوب رعایت بکنید و مقالات خوبی رو مورد نگارش قرار بدین. و در نقطه مقابل باید تحلیلگر خوبی باشین، یعنی از مطالب بروز رشته خودتون آگاهی داشته باشین و بتونین که با دید تحلیلی یک مقاله نامه به سردبیر رو تهیه بکنین. ما در همه زمینه ها نیاز داریم که دید تحلیلی داشته باشیم، ولی اینجا چون تعداد کلمات که ما در اختیار داریم محدود هستش، اینجا نیازه که ما بتونیم خیلی شفاف و خیلی منسجم بحث خودمون رو بیان بکنیم. مراحل نگارشش مثل همه مطالعات دیگه با کشف شکاف شروع میشه. یعنی ما یک گپی رو احساس میکنیم، مثل همون گپی که در اون مطالعه نامه به سردبیر نویسندگان احساس کردن که اون ابزار تریاج بیمارستانی در بخش اورژانس برای بیمارستان روانپزشکی قابل استفاده نیست. بعد میایم یک مرور متون قوی رو انجام میدیم. اون ایده اولیه خودمون رو خیلی میایم در رابطه باش میخونیم، ببینیم که آیا کار مرتبطی باش انجام شده یا نه. بعد مرحله سوم میایم یک تیم سازی انجام میدیم و بعد مجله رو انتخاب میکنیم، مجله هدف خودمون رو انتخاب میکنیم، اون نامه به سردبیر خودمون رو مورد نگارش اولیه قرار میدیم، نسخه نهاییش رو تهیه میکنیم و در نهایت مقاله خودمون رو ارسال میکنیم. اینجا دیگه این چرخه قطع میشه و شما میتونید که مجدد این چرخه رو برای مقالات مختلف تکرار بکنید. من یک مقدار در خصوص این مراحل همینجا صحبت میکنم. شما ببینید که تفاوت
این مقالات در زمینه مراحل نگارش با مقالات اورجینال به چه شکلی هستش و کدوم یک از این مراحل با مقالات اورجینال متفاوت هستند؟ خب در زمینه کشف شکاف که ما میتونیم مطالعات مختلف رو بخونیم، در زمینه تحصیلاتی خودمون بیایم و به روز باشیم، آگاه باشیم و بتونیم که شکاف‌های تحقیقاتی رو به شکل بهینه شناسایی کنیم. باید بتونیم که توان سرچ در پایگاه اطلاعاتی رو داشته باشیم و بدونیم که با چه ابزارهایی میتونیم سرچ خودمون رو انجام بدیم، کلید واژه های اون، حالا اون شکافی که کشف کردیم رو به شکل بهینه شناسایی کنیم و بریم مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با اون رو بخونیم، ببینیم که چه چیزهایی در رابطه با اونها گفته شده. تیم سازی هم که مفصل در رابطه باش صحبت میکنیم، بعد انتخاب مجله و سایر ملاحظاتی که اینجا میبینید. اون سوال رو بهش پاسخ میدم که احتمالاً شما دوستان هم به این پاسخ رسیده باشین. ببینید، ما در مقالات اورجینال اول میایم مقاله خودمون رو مینویسیم و بعد مجله رو انتخاب میکنیم. دقت بفرمایید، یعنی ما میایم مقاله خودمون رو، منیوسکریپت خودمون رو عموماً به این شکل آماده میکنیم و بعد میایم در زمینه انتخاب مجله اقداماتی رو انجام میدیم که حالا نحوه انتخاب مجله هم در یکی از جلسات قرار داده شده که میتونید اونجا حالا اصول انتخاب مجله رو به شکل کاملی یاد بگیرید. ولی در مقالات نامه به سردبیر پیشنهاد میشه که قبل از نگارش اولیه مجله خودتون رو انتخاب بکنید که دلیلش رو هم میگم خدمتتون. این مراحلی که اینجا ذکر شده کاملا مراحل تجربی بوده، یعنی بر اساس تجربه نویسندگان این نوع مقالات بوده و شما در منابع مختلف نمیتونید این رو پیدا بکنید و کاملا چیز تجربی بوده، ولی کاملا آزمون شده، یعنی آزمون در رابطه باش انجام گرفته، آزمون خطا و به نتیجه مطلوبی رسیده و به قولی امتحانات خودش رو پس داده، درس خودش رو پس داده و میتونید که از این چرخه برای حالا نگارش مقالات خودتون استفاده بکنید. بریم سراغ کشف شکاف که ما بعد در حوزه تحقیقاتی و تحصیلاتی خودمون بتونیم که تفکر نقادانه داشته باشیم، بتونیم که مطالعات رو به شکل کامل نقد بکنیم و حالا با مطالعات مختلف درگیری روزانه داشته باشیم، مقالات مختلف رو بخونیم، خیلی مهمه این، و همچنین میتونیم که با متخصصین مختلف بیایم و مشورت کنیم برای اینکه اون ایده اولیه خودمون رو به یک ایده پخته و منسجمی برسونیم. الان ما شکاف رو کشف کردیم و مرور متون خودمون رو هم انجام دادیم و میخواییم که تیم سازی انجام بدیم. ببینیم که اصول تیم سازی در این مطالعات به چه شکلی هستش. ما باید که متخصص موضوعی در اون زمینه رو بتونیم که وارد تیم خودمون بکنیم. این متخصص موضوعی باید در دسترس باشه و همچنین پاسخگو باشه. خیلی از این مطالعات حساسیت دارن به زمان و شما باید که سریعتر تعیین تکلیف انجام بدید و اون مطالعه خودتون رو برای مجله بفرستین. ممکنه که اگر شما تعلل بکنید اون ایده شما بیاد و اهمیت خودش رو از دست بده. معیار دوم، دارا بودن مقاله در زمینه مورد نظره. شما میخواین در زمینه مثلا ارزیابی اثرات اقتصادی سالمندی یک مقاله نامه به سردبیر رو تهیه کنید، اگر فردی که میخواید وارد تیمتون کنید در زمینه اقتصاد سالمندی مطالعه داشته باشه، خب خیلی خوبه و میتونه که به بهتر شدن کار شما کمک کنه. و همچنین فرد توانایی تحلیل داشته باشه. چرا بین اینها وقت قرار دادم؟ یکی از شروط دو و سه میتونه باشه همراه شرط یک، یعنی شرط یک شرط حالا دائم ماست، شرط پایدار ماست. در کنار شرط یک یکی از شماره های دو و یا شماره های سه رو داشته باشه و نمره دو از سه رو بگیره میتونه که وارد تیم بشه. هر کدوم از اینها رو به عنوان یک نمره در نظر بگیرین. اگر فردی پاسخگو نیست و در دسترس نیست، همون اول کنار گذاشته میشه و فرد دیگه جایگزین میشه. حالا اگر فرد در دسترس باشه و پاسخگو باشه، اگر یکی از این شروط دو یا سه رو داشته باشه، میتونه که به عنوان متخصص وارد تیم شما بشه. بریم سراغ اصول انتخاب مجله. خب هر مجله برای چاپ نامه به سردبیر در یک سری از موارد سیاست‌های خاص خودش رو داره. اولی این استش که شما زمینه و اسکوپ مجله رو به شکل درستی شناسایی بکنید. برخی از مجلات عمومی هستن، مجلاتی که در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی مثلا هستن،
اینها به شکل عمومی فعالیت میکنن. برخی از مجلات هم تخصصی هستن، مثلا مجله بین‌المللی عدالت در سلامت، دیگه مشخصه که اون اسکوپش به چه شکلی هستش. زمینه بعدی تعداد کلمات متنه. برای همین پیشنهاد ما این هستش که شما قبل از نگارش اولیه مقاله بیاین و مجلات هدف خودتون رو انتخاب بکنید، برای اینکه بتونید مقاله خودتون رو متناسب با اینا تنظیم بکنید. شما ممکنه که یک مقاله رو بیاین و با 1000 کلمه نهایش بکنید توسط افراد تیم، ولی وقتی که مجله متناسب رو پیدا میکنید میبینید که این مجله نهایتا به شما 600 کلمه رو اجازه داده که شما نگارش داشته باشین و اونجا خب بعد 400 کلمه ازش کمتر کنید. خیلی سخت میشه کار که 1000 کلمه رو تقریبا نصف بکنید، ولی اگر از اول بدونید که قرار چند کلمه بنویسید، این میتونه که کار شما رو بهتر بکنه. زمینه بعدی وجود شکل و جدوله، یعنی اینکه آیا به شما اجازه میدن که شما از تیبل ها و فیگر ها استفاده کنی یا نه، که عموما این اجازه به شما داده نمیشه در مقالات نامه به سردبیر و من خیلی کم دیدم که مجله ای این اجازه رو به نویسندگان خودش بده. تعداد نویسندگان هم خیلی مهمه، که عموما میگن که حالا تعداد نویسندگانش نباید از 5 نفر بیشتر باشه، یا مثلا بین 3 تا 5 نفر باید باشه، یا بعضی از مجلات هم که هیچ محدودیتی در زمینه تعداد نویسندگان ندارن، بعد سیاست های اون مجله رو بیاین و بررسی بفرمایید. تعداد منبع و تعداد رفرنس هایی که شما دارین، که اینجا هم میگن که مثلا شما باید نهایتا 5 تا رفرنس داشته باشین، ممکنم است که تا 10 تا رفرنس رو به شما اجازه بدن. برخی از اینها هم ممکنه در زمان داوری تغییر پیدا کنه، یعنی شما تعداد کلمات متن خودتون رو بیاین و مثلا با 700 تا تکمیل بکنید و حالا بعد اینکه داوری بشه مجله به شما میگه که اون داوره به شما میگن که میتونید مثلا تا 800 تا هم اضافه بکنید، یا اگر نیاز هستش که تعداد منبع بیشتری اضافه بکنید، ممکنه که داورا خودشون از شما بخوان برای اینکه شما بتونید متن خودتون رو تقویت بکنید. ولی در همون اول که شما مقاله خودتون رو تنظیم میکنید، کاملا به سیاست های مجله پایبند باشید. دو تا نکته دیگه هم در رابطه با انتخاب مجله باید مد نظرتون باشه، که بین 2 یا 3 مجله هدف رو انتخاب بکنید برای کار خودتون. و نکته دوم این هستش که میتونید با دفتر مجله قبل از انتخاب بیایید و مکاتبه داشته باشین، یعنی اگر مجله داخلی هستش میتونید که از طریق حالا تماس تلفنی از کارشناس مجله سوال کنید، یا اینکه برای دفتر مجله ایمیل رسمی رو ارسال بکنید که به شما بگن که میتونید مقاله نامه به سردبیر خودتون رو برای اون مجله در اون حیطه بفرستین. یعنی بعد اینکه شما ایدتون رو نهایی کردین و خواستین که مجله انتخاب بکنید، بعد تیم سازی بیایید و با دفتر مجله مکاتبه کنید و 2 یا 3 مجله هدف رو انتخاب بکنید. بریم سراغ نگارش اولیه. مراحل نگارش اولیه و نهایی سازیش به این شکل هستش که آماده سازی متن توسط ایده پرداز اصلی، یعنی کسی که به عنوان ایده پرداز اصلی هستش بیاد و کل متن رو آماده بکنه و بعد میتونه که برای اعضای تیم اون رو بفرسته، اعمال کنه نظر هر کدوم از اعضای تیم رو روی اصل مقاله و ارسال کنه مجدد برای اعضای تیم اون مقاله رو و به این شکل نسخه نهایی اون تهیه بشه. باز هم اینجا تفاوتی که با مطالعات اورجینال داره چی هستش؟ ما در مطالعات اورجینال عموما میایم تقسیم کار انجام میدیم، یک نفر میاد و مثلا روشش رو مینویسه، یک نفر مقدمه مینویسه، یک نفر نتایج رو تنظیم میکنه، اگه 2 نفر باشن میایم قسمت های مختلف رو بر اساس حالا توانایی اون فرد و علاقش میایم بین افراد تقسیم میکنیم و هر کس یک قسمتی رو مینویسه. ولی در مطالعات نامه به سردبیر پیشنهاد میشه که یک نفر ایده پرداز اصلی بیاد کل مقاله رو تنظیم بکنه و اون چیزی که در ذهن داره رو روی کاغذ جاری بکنه. وقتی که من اومدم مثلا اون مجله‌ای که انتخاب کردم 1000 کلمه هستش، اومدم و 900 کلمه رو نوشتم و ایده خودم رو روی کاغذ پیاده کردم، در مرحله بعد میام و اون رو برای اعضای تیم میفرستم، حالا به شکل ایمیل یا میتونم که از طریق شبکات اجتماعی گروهی تشکیل بدم و اون فایلی که از طرف خودم نهایی شده رو در اختیار افراد قرار بدم. افراد بدون اینکه از نظر همدیگه آگاهی داشته باشن
و نظر همدیگر رو بدونن، دقت بفرمایید همه اینا میتونه که روی کیفیت نهایی کار تاثیرگذار باشن. افراد بدون اینکه از نظر همدیگه اطلاع داشته باشن میان و حالا نظر خودشون رو روی فایلی که شما قبلا نهایی کردین اعمال میکنن. حالا میتونه به شکل کامنت باشه، یعنی برای شما کامنت بذارن، که این کامنت ها واقعا میتونه خیلی ارزشمند باشه، میتونه جهت مطالعه شما رو خیلی دقیق تر بکنه، یا اینکه میتونن خودشون اون چیزی که در ذهن خودشون هستش رو بیان روی فایل مقاله اعمال بکنن. اینجا بعد ازشون بخواید که در ورد ترک چنج رو فعال بکنن، برای اینکه شما به عنوان ایده پرداز اصلی متوجه بشین که چه قسمت هایی اومده و تغییر پیدا کرده. و اگر به شکل کامنت هم هستش میتونید که شما این رو اون چیزهایی که ازتون خواستن رو بیاین و اعمال بکنید. به این شکل شما نظر همه اعضای تیم رو میگیرید و فایلی که از طرف خودتون نهایی شده بود رو یک بار دیگه با نظری که اعضای تیم دارن نهایی سازیش میکنید و به این شکل نظر همه اعضای تیم وارد فایل شما میشه. در مرحله بعد مجدد این فایل نهایی دو رو که تهیه کردیم میتونیم برای اعضای تیم بفرستیم. باز هم همین چرخه تکرار میشه تا وقتی که شما بتونید به یک نسخه ای از نامه به سردبیر دست پیدا کنید که مورد تایید همه تیم تحقیق هستش. و اگر شما تیم تحقیق خودتون رو بر اساس همون شرایط بیاین و انتخاب بکنید، این مقاله شما میتونه که کیفیت خیلی بالایی داشته باشه و میتونه که خیلی نگارش منسجمی داشته باشه و بتونه که در مجلات خیلی خوبی مورد استقبال و مورد چاپ قرار بگیره. این رو هم اگه دقت بفرمایید، این ایده پرداز اصلی هستش این فرد و میاد حالا ایده اولیه خودش رو پیاده سازی میکنه، بعد نظرات سایر افراد رو هم میاد روش اعمال میکنه، یعنی سایر افراد میان و روش نظر میدن و این فرد به عنوان ایده پرداز اصلی میاد روی این کار پیاده میکنه تا یک نسخه ای از ایده تهیه بشه که مورد تایید همه نویسندگان قرار داره. گاهن یک کامنتی که واقعا درج میشه توسط اون فردی که تحلیلگر خوبی هستش، یک کامنت ساده ای درج میشه، ولی اون کامنت ساده میتونه که خیلی کیفیت کار شما رو بتونه که ارتقا بده. به همه اینها توجه کنید. برای همین من یک سری اصولی رو انتخاب کردم برای تیم سازی که شما هم با رعایت اون اصول میتونید که تیم خیلی خوبی رو تشکیل بدید. این هم دقیقا به همین شکله، شما به عنوان ایده پرداز اصلی اینجا فعالیت میکنید، اون ایدهی که دارین رو ساخته و پرداخته میکنید، اون رو میفرستید برای اعضای تیم. اعضای تیم بدون اینکه از نظر همدیگه اطلاع داشته باشن کامنت قرار میدن، یا اینکه خودشون کم و زیاد میکنن مطلب رو و مجدد میفرستن برای شما. شما نظرات همه افراد رو جمع آوری میکنید، مجدد این چرخه تکرار میشه، فرایند تکرار میشه تا زمانی که شما بتونید که به نسخه نهایی از یک مقاله برسین و بتونید که اون رو آماده کنید برای سابمیت در یک مجله خیلی خوب. حالا بدنه این مقالات به چه شکلی هستش؟ ما این شکل رو داشتیم در جلسات قبل، گفتیم که اینترودکشن ما یعنی این که چرا رفتیم سراغ این کار، و قسمت متد ما گفتیم که چطور میخواییم به سوال تحقیق خودمون برسیم، قسمت ریزالت میگیم که چه چیزهایی به دست آوردیم، و در قسمت دیسکشن هم میگیم خب که چی؟ خب این همه کار که انجام دادیم چه نتیجه گیری میتونیم که از کار بگیریم، و حالا پیام کاربردی کار خودمون رو میاییم و انتشار میدیم. ما در مطالعات نامه به سردبیر با ترکیبی از اینتروداکشن و قسمت بحث مقاله کار داریم. برای همین گفتم فرد باید تحلیلگر خوبی باشه و همچنین باید یک انشا نویس خوبی باشه، باید نویسنده خوبی باشه، برای اینکه بتونه متن خودش رو در هزار حالا کلمه تهیه بکنه و همچنین دیدگاه تحلیلی رو در خصوص اون موضوع داشته باشه. یا اینکه این شکل رو که باز هم قبلا داشتیم، قسمت اینتروداکشن میگیم مشکل چیه، و در قسمت دیسکاشن میگیم خب معنیش چیه، یا پیام کاربردی کار به چه شکلی هستش. شما میایین یک مشکلی رو مطرح میکنین و در نهایت یک پیشنهاداتی رو برای ارتقای اون هیته میایین و ارائه میدین. در خصوص نگارش اولیه و بدنه اصلی که این مقالات دارن، ما یک مقدمه ای رو داریم برای اینکه ذهن خواننده رو، ذهن مخاطب رو آماده کنیم برای ورود به بحثی که میخوایم داشته باشیم. این از مقدمه کار که خیلی مهمه، اینکه شما از چه
جهتی بیایم به موضوع نگاه کنید. بعد وارد قسمت اصلی یا قسمت بحثمون میشیم، اون مسئله رو به شکل شفافی، کاملا شفاف و قابل درک بیان میکنیم و اون مسئله و مشکل رو بیان میکنیم و راه حل های پیشنهادی خودمون رو میاییم و ارائه میدیم و در نهایت یک جمع‌بندی میکنیم. میتونیم که بر اهمیت موضوع مجدد تاکید بکنیم و حتی پیشنهادات پژوهشی رو هم ارائه بدیم که این رو شما میتونید بذارید یا میتونید نذارید، حالا بسته به سلیقه خودتون و بسته به نظری که داورون میتونن که روی مقاله شما داشته باشن. یعنی ممکنه که شما این رو قرار بدین و داور از شما بخوان که حذفش کنید، یا ممکنه که این رو قرار بدین و داورها هم ازش استقبال بکنن. این میتونه که بدنه اصلی حالا اون مقاله نامه به سردبیر شما رو شکل بده. من بازم مرور میکنم، شما یک مقدمه خواهید داشت، ذهن خواننده رو آماده میکنه برای ورود به بحث، یک پاراگراف میایین و حالا مقدمه می نویسین، بعد در کنارش اون مسئله و مشکل رو به شکل شفافی بیان می کنید و پیشنهادات خودتون رو میایید و مطرح می کنید، در نهایت یک جمع‌بندی از کار ارائه می دین. من یک سری کلید واژه هایی رو اینجا بهتون میگم که شما باید حتما در مقالات نامه به سردبیر رعایت بفرمایید. ببینید، شما وقتی که میخواید مطالعات نامه به سردبیر بنویسید باید حتما یک مرور متون قوی رو پشت کارتون داشته باشین و باید سایر مطالعاتی که در اون حیطه هستن رو خیلی خوب بخونید. مطالعات اورجینال یا مطالعات ریویوی که در اون حیطه هستن رو باید خیلی خوب اینها رو بخونید و بتونید که به یک دید تحلیلی برسید، بتونید که ایده خودتون رو خیلی ایده پخته‌ای بکنید. برای اینکه به هر حال شما دارین یک مسئله رو مطرح میکنید و یک سری پیشنهادات رو براش ارائه میدین، اگر به هر دلیلی اون صحبتهای شما نادرست باشه از نظر جامعه علمی، میان برای نامه به سردبیر شما یک نامه به سردبیر دیگه مینویسن، مثل همون مثالی که با هم دیگه داشتیم، و شما هم باید برای اون نامه به سردبیری که برای نامه به سردبیرتون نوشته شده یک نامه به سردبیری به عنوان دفاعی خودتون تنظیم بکنید. و اینجا برای اینکه از این اتفاقات پیشگیری بشه بعد یک مرور متون قوی داشته باشین. در هر مقاله بعد روی یک موضوع بیاییم و تمرکز بکنیم. این پیشنهاد باز هم بر اساس تجربه شخصیه که شما بیاین و شفاف در رابطه با یک موضوعی صحبت کنید و اینکه اصلا تعداد کلماتی که شما مجاز هستین که بنویسین اجازه رو به شما نمیده که شما روی بیش از یک موضوع بیاین و تمرکز داشته باشین. شفاف بنویسید، در یک مسیر مشخص بیاین و حرکت بکنید و از تکنیک هایی که قبلا در رابطه باهاشون صحبت کردیم هم بیاین استفاده بکنیم، که یکی از اون تکنیک های این بود که حتما با یک نفر در رابطه با ایدتون صحبت بکنید و حتما بیاید اون رو روی کاغذ هم بنویسید و به شکل تایپین اون رو روی کاغذ بنویسید برای اینکه ذهنتون پخته تر بشه در رابطه با اون ایده، و همچنین بیاید بگید که میخوام در رابطه با چی صحبت کنم، و بعد از اینکه اون رو نوشتین و به اتمام رسوندین بگین که آیا تونستم اون چیزی که در ذهنم هست رو بیان کنم یا نه. اگه این دوتا با هم دیگه تطابق داشت، یعنی شما تونستین متن خوبی رو آماده بکنین، میتونید که به مقالات خودتون در اون زمینه هم ارجاع بدین. مثلا شما در زمینه عدالت در سلامت یک نامه به سردبیر رو مینویسید، میتونید که به مقالات خودتون هم در این زمینه ارجاع بدین. یعنی از 5 تا مقاله میتونه که 2 تا مقالش متعلق به مقالات قبلی خودتون باشه و خود استنادی رو بیاین انجام بدین. و پیشنهاد میشه که یک نفر هم خارج از تیم تحقیق بیاد و نسخه نهایی رو بررسی بکنه. یعنی شما مثلا 5 نفر هستید و اون نسخه نهایی رو بین خودتون اومدین و مورد نگارش قرار دادین، این رو بیاین و به یک فردی خارج از تیم بدین برای اینکه اون هم بخونه و اگر نظری داشت بتونید که اون رو هم اعمال بکنید. دیگه کیفیت مقاله شما رو خیلی خیلی میتونه که این کار ارتقا بده. در خصوص شفاف نویسی و حرکت در مسیر مشخص هم مثل همون پاراگراف بندیایی که شما برای مقدمه مقالات بعد رعایت بکنید، اینکه از ترانزیشن استفاده بکنید، تاپیک ساپورتینگ رو برای پاراگراف ها داشته باشین، اینجا هم بعد به همین شکل عمل بکنید. واقعا برای این کار هم باید بدونید که دنبال چی هستید، باید که اون ایدهتون رو از طرف خودتون نهایی کرده باشین، باید بدونید که به شکل شفافی دنبال گفتن چه موضوعی هستین و بتونید که عنوان اون تاپیک حالا اون پاراگراف رو تعیین بکنید و بعد بیاید جملات ساپورتینگ رو
بهش اضافه بکنید، همچنین در رابطه با ایده‌های خودتون صحبت بکنید و در همه زمینه ها این صحبت کرده میتونه بهتون کمک کنه. در وهله اول میتونید ایده‌های خودتون رو به افرادی مطرح کنید که متخصص نیستند و میتونید که حالا به شکل تلفنی یا به شکل حضوری به هر فردی این رو بگید. شما هر چقدر که در رابطه با ایده‌های خودتون بیشتر صحبت کنید، ذهن خودتون منسجم‌تر میشه در رابطه با اون مطلب. و اینکه در وهله بعد پیشنهاد میشه که با یک متخصص موضوعی هم در این رابطه صحبت کنید، یعنی بعد اینکه با یک نفر که متخصص نیست صحبت کردین و یک مرور متون قوی هم انجام دادید، ذهنتون میتونه که به انسجام بالایی برسه. حالا یک متخصص موضوعی هم میتونه که در اینجا بهتون کمک کنه برای اینکه بتونید که بهتر و تأثیرگذارتر بنویسید. بریم چند تا مقاله چاپ شده رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. این یک مجله هستش که مجله سلامت زنانه. اونجایی که گفتم مقاله شما باید توان رقابت داشته باشه، ببینید مثلا این مجله میاد و ریویو آرتیکل رو اینجا قرار داده، ریسرچ آرتیکل رو قرار داده، بازم ریسرچ و اینجا یک لتر هم قرار داده. کاری که شما انجام میدید این هستش که به قدری تاثیرگذار بنویسید، مثلا اینجا در زمینه سلامت زنان به قدری تاثیرگذار بنویسید که بتونید با سایر انواع مقالات رقابت بکنید. من وارد حالا قسمت راهنمای نویسندگان این مجله میشم. این قسمت راهنمای نویسندگان مجله هستش که گفته در اسکوپ من مقالات لتر هم قرار میگیره. من یک لتر تو ادیتور رو سرچ میکنم برای اینکه دستورالعمل این نوع مقالات رو بهش دسترسی پیدا کنم. گفته که لتر تو ادیتورها میتونه که در خصوص یکی از حالا مقالات چاپ شده در این مجله باشه و شما همین رو حواستون باشه که باید لتر خودتون رو برای مجله ای بنویسید که اون مقاله ای که مورد میخواهید انتقادش قرار بدید اون مقاله در اونجا چاپ شده باشه و نمیتونید که نقد خودتون از مقاله یک مجله رو بیاین و برای یک مجله دیگه بفرستین. و اینکه نباید مدت زمان زیادی هم دیگه از چاپ اون مقاله گذشته باشه. گفته که تعداد کلماتش بین 700 تا 1000 تا باید باشه. میبینید اینجا لیمیتیشن است، نباید کمتر از 700 و نباید بیشتر از 1000 باشه. و گفته که نهایتاً 3 نویسنده را ازتون قبول میکنیم با 5 رفرنس و اینکه جداول و شکل ها هم که قابل قبول نخواهد بود و اینجا شما نمیتونید از جداول و شکل استفاده کنید. این همون سیاست های مجله هستن که شما باید در هنگام نگارش رعایت بکنید. یعنی شما اگر این رو به عنوان حالا مجله نهایی خودتون، هدف خودتون اگر انتخاب بکنید و در قدم اول به این سیاست های مجله دقت نکنید، ممکنه که بیاین و بیشتر از 3 نفر رو در تیم خودتون قرار بدین و اونجا اونها هم بهتون کمک کنن ولی نتونید که اسم اونها رو به عنوان نویسنده بیارید. یک سری تعارضاتی ممکنه که اینجا پیش بیاد بین نویسندگان. یک نکته رو هم بگم که این نکته هم باز هم تجربیه. خود تخصص سردبیرهای مجله میتونه که روی نظرشون تاثیرگذار باشه. یعنی خب هر مجله یک سردبیر داره، شما اسم اون سردبیر رو میتونید در گوگل سرچ بکنید ببینید که تخصصش به چه شکلیه و اگر شما مقالات خودتون رو برای مجلاتی بفرستین که سردبیرش هم متخصص در اون زمینه، میتونه که با احتمال بالاتری مقاله شما مورد پذیرش قرار بگیره. این هم منیوسکریپت یکی از مقالات نامه به سردبیر چاپ شده است که میبینید که خطاب به سردبیر محترم مجله مینویسید. تعداد کلمات وردش رو میخوام بهتون نشون بدم که میبینید 997 کلمه هستش و اینجا حالا اون 1000 کلمه ای که بوده و مجله این رو خواسته به شکل کاملی رعایت شده. من وارد سایت همین مجله هم میشم ببینم که برای نامه به سردبیر چه سیاست هایی رو اتخاذ کرده. این قسمت راهنمای نگارش مجله هستش که گفته من مقالات نامه به سردبیر رو هم قبول میکنم. وارد قسمت های مختلفش میشم که ببینم آیا برای مقالات نامه به سردبیر قسمت جدایی رو در نظر گرفته یا نه.
اینجا گفته که نامه به سردبیر بله جدا کرده در رابطه با موضوعات مرتبط با مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت نوشته بشه به صورت یک نامه حداکثر 1000 کلمه. ببینید که 1000 کلمه رو برای شما اینجا مشخص کرده، باید شامل عنوان باشه، تایتل حالا اون مقاله باشه، چکیده باشه، واژه های کلیدی، متن اصلی و منابع. و این رو هم خاطرتون باشه که منظور از 1000 کلمه بدون رفرنس ها و بدون عنوان در حقیقت مقاله است، فقط بدنه اصلی مقاله اینجا که بدنه اصلیش هستش باید که 1000 تا باشه و اینجا میبینید که 997 تا هستش. من تخصص سردبیر رو هم اینجا میگم، ببینیم که سردبیر این مجله رو اگر پیدا کنیم و داخل اینترنت سرچش میکنیم، داخل حالا سامانه علم سنجی، ببینیم که چه تخصصی رو دارند. استادیار اقتصاد سلامت نوشته. بنابراین اگر من یک مقاله نامه به سردبیر فارسی رو که در زمینه اقتصاد سلامت هستش بیام و این رو تنظیم بکنم، میتونم که برای مجله بفرستم و احتمالاً با اقبال بیشتری مقاله من مورد حالا تایید قرار میگیره. این هم میتونه که به عنوان یک انتقال تجربه مورد استفاده شما قرار بگیره. این همون مقاله هستش که داستانش به شکل کاملی گفته شد و حالا نیاز به توسعه یک ابزار تریاژی متناسب با بیمارستان‌های روانپزشکی. این مطالعه نامه به سردبیر رو میبینید که در رابطه با فرهنگ پژوهش و تقلب در پژوهش صحبت کرده، خطاب به سردبیر اومده با یک مقدمه شروع کرده، گفته که در محافل علمی سخن از این هستش که پژوهشگران ایرانی تخلف زیادی رو مرتکب میشن و گفته که چه تبعاتی رو میتونه داشته باشه، چه روش‌های کشف تقلبی الان در سیستم داره اجرا میشه و گفته که میخوایم با زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، از زاویه دیگری، و از نوع داده سازی خواسته که به موضوع نگاه کنه و ریشه‌های داده سازی رو اومده به شکل کاملی تشریح کرده و در نهایت هم یک جنبندی از کار ارائه داده. این مطالعه رو مورد بررسی قرار بدیم، گفته نقش گردشگری سلامت در رونق بخشی به اقتصاد سلامت ایران، و اگر ما میخواستیم این رو در قالب مطالعات اورجینال بگیم، خب بعد گردشگری سلامت رو به عنوان یک متغیر مستقل وارد یک مدلی میکردیم که در همون مدل اقتصاد سلامت به عنوان یک متغیر وابسته داره فعالیت میکنه و نقش این رو روی این متغیر میومدیم بررسی میکردیم، اندازه گیری میکردیم، ولی اینجا با مقالات نامه به سردبیر اومده و اهمیت موضوع گفته شده، با یک مقدمه اومده و شروع کرده اهمیت موضوع رو گفته که گفته گردشگری به عنوان سودآورترین صنعت جهان قرار هستش که عمل بکنه در آینده نزدیک، و گفته که گردشگری سلامت هم میاد و گردش مالی بالایی رو به خودش اختصاص میده، کشورهایی که در اطراف ما هستن و در منطقه ما هستن اومدن و حالا برنامه‌ریزی مناسبی رو برای این کار انجام دادن، ولی هنوز کشور ایران با دارا بودن پتانسیل های خیلی زیادی که وجود داره نتونسته که بیاد سهم مناسبی رو از حالا این درآمدها و درآمدهای ارزی داشته باشه، و اینجا هم اومده در نهایت یک جنبندی انجام داده، اهمیت موضوع رو مجدد گفته و یک سری راهکارهایی رو به سیاستگزاران انتقال داده که گفته گردشگری سلامت فقط بخش وزارت بهداشت رو شامل نمیشه و سایر قسمت‌ها هم باید که در این زمینه بیان و به شکل فعالی عمل بکنن، و حالا پیشنهاد هم داده برای مطالعات بعدی که بیاد این مطالعه صورت بگیره، تضاد منافع رو گفته و تشکر و قدردانی خودش رو هم اعلام کرده. بریم سراغ این مطالعه. گفته سیاست گذاری آموزشی در دوره اپیدمی کووید 19 نگاه عدالت محور. باز هم اگر این میخواست تحت مطالعه اورجینال بیاد بیان بشه و ما میومدیم و حالا نظر مدیران آموزشی رو در این خصوص میپرسیدیم، میتونستیم که از قالب مطالعه کیفی استفاده بکنیم، مطالعات اورجینال از نوع مطالعات کیفی، بیایم و ببینیم که برای بهبود وضعیت آموزشی در دوره اپیدمی کووید 19 میتونیم که چه کارهایی رو
انجام بدیم تحت عنوان یک مطالعه کیفی. ولی اینجا نگارنده ها و تیم سازی که اینجا انجام گرفته خواسته که تحت یک مطالعه نامه به سردبیر به این موضوع نگاه کنه. اول اومده اهمیت موضوع رو گفته و به یک تاریخچه ای از بیماری اشاره کرده، گفته خب این اپیدمی همه بخشای کشور رو اومده و درگیر کرده، نظام آموزشی ما هم که قبل از این بیماری عمدتا سنتی بوده و مبتنی بر سیستم حضوری بوده هم اومده تأثیر گرفته از این اپیدمی و مراکز مختلف حالا تعطیل شدن و آموزش ها به صورت مجازی ارائه شد و این چالش هایی رو برای نظام آموزشی ما ایجاد کرد. تا اینجا مقدمه گفت. الان رفته مسئله اصلی رو، مشکل اصلی رو به شکل شفاف اینجا بیان کرده و اینجا هم پیشنهادات خودش رو ارائه داده. میبینید که این حالا مجله اجازه داده که یک جدولی رو بیان و استفاده بکنن محققین مطالعه. اومده این جدول رو گفته، پیشنهادات خودش رو ارائه داده و در مجموع اومده یک جنبندی رو انجام داده و گفته که مثلا برخی از کاسی هایی هم که وجود داره در سیستم آموزشی فقط از طرف سیاست گذاری آموزشی در وزارت بهداشت نیست و موارد دیگه و مشکلات دیگه که در سازمان های دیگه وجود دارن، مثل عدم پوشش شبکه سراسری اینترنت و حالا مشکلاتی که مربوط به این شبکه در کشور هستش، میتونه که روی همین کیفیت آموزش ها تأثیر گذار باشه که نیازمند اقدامات زیرساختی در سایر حوزه هستش. و اینجا هم میبینید که یک تشکر و قدردانی شده و 5 تا رفرنس براش قرار داده شد. بریم سراغ این مطالعه. اومده یک چرخه طراحی شده، چرخه سیاست گذاری، مدیریت و اقتصاد نظام سلامت. هر کدوم از اینها اومدن تحت یک حلقه بیان شدن و در نهایت تشکیل یک چرخه رو دادن. از اتحاد 3 حلقه یک چرخه به دست اومده که این چرخه اگر بتونه که درست فعالیت کنه میتونه که خیلی از مشکلات نظام سلامت ما رو هم با خودش حل بکنه. اینجا میبینید که وظیفه دولت ها رو در قبال سلامت مردم گفته به عنوان مقدمه و بعد هم گفته که در هر کدوم از این حلقه ها چه مواردی هستش و در نهایت یک جنبندی از کار خودش ارائه داده. این مطالعه رو ببینیم. گفته کنترل هزینه‌های نظام سلامت ایران. این مطالعه هم به عنوان یک مطالعه نامه به سردبیر که در عنوانش هم مشخص هستش، اگر میخواست مثلا به شکل کیفی انجام بگیره باید ما میرفتیم از افراد خبره و افراد صاحب نظر نمونه گیری انجام میدادیم، میومدیم نظر اونها رو میپرسیدیم و راهکارهایی که اونا پیشنهاد میدن رو میومدیم به عنوان راهکارهای کنترل هزینه‌های نظام سلامت میومدیم مطرح میکردیم. ولی اینجا با یک نگاه دیگه و با یک رویکرد دیگه اومده راهکار کنترل هزینه‌های نظام سلامت مطرح شده. با یک مقدمه شروع شده که ما منابعمون محدود و نیازهامون نامحدوده. گفته که دولت‌ها همواره به دنبال راه کنترل مخارج و هزینه‌های خودشون بودن. عوامل افزایش دهنده هزینه‌ها رو گفته و در نهایت گفته که این راهکارا رو میتونه که نظام‌های سلامت ما برای اینکه هزینه‌های خودش رو کاهش بده استفاده کنه، که اصلی‌ترین گامش توسعه زیرساخت‌های بهداشتیه و اینکه ما از سمت درمان محوری به سمت بهداشت محوری حرکت کنیم و در همه اجزا هم بتونیم که اون شاخص بیماردهی جامعه رو بیاییم و کم بکنیم. و حالا سایر اقداماتی که اینجا می‌بینید مثل اجرای نسخه نویسی الکترونیکی و حالا پرونده الکترونیکی یا صدبندی خدمات سلامت، برقراری نظام ارجاع همراه با اجرای برنامه پزشک خانواده، انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی و بها دادن به این مطالعات. و حالا در نهایت یک جنبندی هم اومده و توسط نویسندگان ارائه شده. بریم سراغ یک مطالعه دیگه. گفته تأثیر بیماری کووید 19 بر اقتصاد سلامت. اینجا هم اومده به لحاظهای مختلفی این تأثیر رو اومده و بررسی کرده، یک مقدمه ارائه داده و در ادامه اومده یک بحثی رو کرده و در نهایت یک جنبندی رو انجام داده. این مطالعه هم به عنوان مطالعه نهایی که در این بخش مورد بررسی قرار میگیره گفته عدالت در سلامت با تاکید بر سلامت زنان، که میبینید که اینجا نوع مطالعه رو اومده مشخص کرده و بعد ما ادیتور رو اینجا مورد خطاب قرار میدیم. یک مقدمه اینجا اومده گفته شده و بعد از این قسمت اون بحث باز شده و در رابطه با ارتباط هر کدوم از اجزای عدالت در سلامت با سلامت زنان اومده و بحث شده و در نهایت یک نتیجه گیری از کار
اومده و بیان شده و اینجا میتونید که برای مطالعات بعدی پیشنهادات خاص خودتون رو بدید که اینجا میبینید که به همین شکل اومدن عمل کردن و ریکامند کردن یک سری پیشنهادات پژوهشی که میتونه مورد استفاده محققین قرار بگیره و اینجا اکنالجمنت رو دارید میبینید، فاندینگ و حالا اون تعارض منافع و رفرنس هایی که اینجا اومده استفاده شده. میبینید که این مطالعات میتونن که حالا اون گستره های دانش رو بیان توسعه بدن، سایر مطالعات بر اساس این مطالعات، بر اساس ایده ای که این مطالعات دارن یا بر اساس فرضیه که این مطالعات تولید میکنن بیان و شکل بگیرن. ما چند تا مطالعه رو مورد بررسی خودمون قرار دادیم به شکل کاربردی. در جنبندی حتما حتما به پیرامون خودتون دقت بکنید. پیرامون ما سرشار از ایده های مختلفه که شما میتونید با توجه به رشته تحصیلاتی و تخصص تحقیقاتی خودتون یکی از این ایده ها رو بگیرین و اونها رو توسعه بدین. من با سم یک سری نکاتی رو اینجا به عنوان جنبندی میگم خدمت شما. ما در خصوص انواع مقالات نامه به سردبیر نوع یک و نوع دو صحبت کردیم و در ادامه تاکید خودمون رو روی مقالات نامه به سردبیر نوع دو قرار دادیم که یک نامه های مستقلی هستن. انواع اونها رو که به چه شکلی تهیه میشن رو بررسی کردیم و نحوه نگارش، گام های نگارش این مقالات رو بررسی کردیم، نکاتی که برای انتخاب مجلات میتونه که مورد استفاده قرار بگیره. همه اونها رو شما هم باید که رعایت بکنید، خیلی شفاف بنویسید، در یک مسیر حرکتی مشخصی بیاین و قدم بردارین، تخصص سردبیر اون مجله رو دخیل کنید در انتخاب مجلات هدف خودتون و اینکه سعی کنید اگر در رابطه با یک موضوع تخصصی دارین مینویسید به همون اندازه هم مجله‌ای که انتخاب میکنید تخصصی باشه. یعنی اگر شما میخواهید مثلا در زمینه بهداشت عمومی یک مطلبی رو بنویسید، سعی کنید که یک مجله‌ای رو انتخاب بکنید که متناسب بهداشت عمومیه، یا مثلا در زمینه‌های بالینی میخواهید کار بکنید یک مجله رو انتخاب بکنید که در اون زمینه داره فعالیت میکنه و سایر مطالعاتی هم که چاپ کرده میتونه که به شما یک ایده‌ای بده که آیا اون مجله مجله مناسبی هستش یا نه. یک تمرینی رو هم با هم دیگه داشته باشیم. بعد اینکه این جلسه رو به اتمام رسوندیم، شما بیایید در خصوص یکی از اینها یک نامه به سردبیری تهیه بکنید. اولین موضوع راهکار نوین برای مدیریت اپیدمی کووید 19 در ایران، دومی حالا راهکارهای ترویج بهداشت عمومی در جامعه ایران و سومی هم مقابله با اینفودمی واکسیناسیون در دوره کووید 19. در خصوص یکی از اینها بیایید و مقدمه رو طراحی بکنید و بعد وارد قسمت بحث بشید، مشکل رو بیان بکنید و پیشنهادات خودتون رو ارائه بدید. در نهایت یک جنبندی رو بیاین انجام بدید و این رو اصلا به عنوان یک اصل ذهنی در رابطه با خودتون پیاده سازی بکنید و همیشه رعایت بکنید. همیشه خواستید در رابطه با یک حالا مطلبی صحبت بکنید، همیشه با یک مقدمه شروع کنید، بلا فاصله نرین سراغ بدنه اصلی اون مفاهیم و اول بیان یک مقدمه رو مطرح بکنید و بعد اینکه مقدمه رو مطرح کردین بیاین وارد قسمت اصلی بدنه اصلی بشین و در نهایت یک جنبندی رو ارائه بدین. مثلا ممکنه که افرادی از شما سوال بکنن که آیا ما واکسن بزنیم یا واکسن نزنیم. شما مستقیما اینجا رو بهشون ندین که بله مثلا واکسن بزنین یا نه واکسن نزنید. بیاید اول یک مقدمه رو بگید، میتونید که از مثلا تاثیر واکسیناسیون بر کاهش شاخصهای بستری و شاخصهای مرگ و میر بیاین صحبت بکنین. ذهن خواننده رو دارین آماده میکنین برای این جوابی که در نهایت باید بهش بدین و اگر شما جواب رو به همین شکل بدین شاید ذهنش اون منطق شما رو قبول نکنه. شما با یک مقدمه شروع میکنید، وارد قسمت اصل موضوع میشین و در نهایت یک جنبندی رو ارائه میدین. میگین حالا با توجه به مطالبی که گفته شد و حالا آمار بالای مرگ و میر و ابتلای روزانه کووید میتونه که واکسیناسیون خیلی به نفع حالا سلامت جامعه ما باشه. یا اگر شما وارد مصاحبه دکترای تخصصی شدین در علوم پزشکی، مثلا به شما یک زمان محدودی و اختصاص میدن، میگن که 5 دقیقه صحبت کن در رابطه با مثلا اهمیت سیستم ارجاع در نظام سلامت. شما دیگه اونجا نمیتونید که یک باره وارد قسمت اهمیت موضوع بشین، باید که اول یک مقدمه رو بگین، یک مقدمه ای که حالا معرفی کوتاهی از سیستم ارجاع هستش، بعد ذهن خواننده رو آماده کنید و بعد برید سراغ این که نظام ارجاع
چه اهمیتی در نظام سلامت ما داره، چه چالشهایی داره و چه راهکارهایی رو میتونیم برای ارتقای اون مطرح بکنید، راهکار میتونه مورد استفاده نظام سلامت قرار بگیره و در نهایت یک جنبندی از کار خودتون ارائه بدین. به این شکل ذهنتون رو عادت بدین برای اینکه این قاعده و قانون رو بیاد و پیروی بکنه که مطمئنا میتونه در جاهای مختلف مورد استفاده شما قرار بگیره و براتون خیلی مفید باشه. این جلسه هم به اتمام رسید و ما در خصوص ساختارهای مقالات نامه به سردبیر صحبتهایی رو داشتیم و چند مطالعه رو هم به شکل کاربردی مورد بررسی قرار دادیم. شما هم حتما بیایید و مطالعات مختلف رو در زمینه‌های مورد علاقتون یا مورد حالا تحقیقتون دانلود بکنید و بیاین ببینید که اونا از چه قالبی استفاده کردن، که مسلما مجموع این عوامل میتونه که در یادگیری شما تأثیر قابل توجهی داشته باشه. و برای شما دوستان همراهان گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی رو دارم.